ولسوالی ارغنجخا. شهرستان ارغنجخا یکی از ولسوالی های 28 گانی ولایت بدخشان در افغانستان است. این ولسوالی در سال 1374 خورشیدی از ساحات مرکزی فیض‌آباد، ولسوالی بهارک و ولسوالی شغنان جدا گردید که به طرف شرق مرکز ولایت شهر فیض‌آباد متصل ساحات مرکزی موقعیت دارد. مرکز این ولسوالی شهر نوآباد است و دارای 46 قریه می باشد. مردمان این ولسوالی تاجک تبار بوده و به زبان فارسی ددی حرف می زنند. ساحه شیوک تفریگاه تابستانی مردم و مالچر بسیار از مردم مالدار می باشد در این ولسوالی قرار دارد. جمعیت این ناحیه نزدیک به 18600 نفر بیشتر اعلام شده است. شیوه یا شیوا یکی از بزرگترین علاقهای ولایت بدخشان در افغانستان است که دارای وسیع‌ترین مرتفعها و علفچارهای تابستانی برای دامداران مردم بدخشان و ولایتهای شمال شرقی افغانستان می باشد. این منطقه با دشتهای گسترده در مرتفع‌ترین بخشهای از هندوکش شرقی موقعیت دارد. زمستان نهایت سرد و پوشیده از برف و تابستان معتدل و بارانی دارد. از آنجایی که شیوا در سطح بلند قرار گرفته است، به نسبت ریزش و بارش برف زیاد، به مدت 6 ماه کاملا پوشیده از برف بوده و مدت 6 ماه سال فقط از آن به عنوان چراگاه ها استفاده می شود. این ساحه با آنکه مربوط ولایت بدخشان می باشد، اما در سالهای پیش از جنگ در افغانستان حکومت‌های وقت اسناد مالکیت به کوچی‌ها یعنی چادرنشینان دامدار که از قبایل مربوط به پشتون‌های افغانستان می‌باشند توزیع نموده بود. مردم بومی و محلی این ولایت از آن استفاده کردن نمی توانستند، اما با سقوط نظام‌های قبیله‌ای و شاهی در افغانستان اسناد این کوچی‌ها از سوی مردم بدخشان باطل اعلام شد و به مالکیت طبیعی این مردم مبدل شد. در حال حاضر کوچی‌ها مربوط به ولایت‌های تخار، بغلان و کندوز نیز از این دشت‌ها به عنوان علفچر استفاده می‌کنند، اما حق استفاده از آن بر رضایت مردم محل بوده و عمدتاً به مردم محلی بدخشان در مقابل استفاده از این محل پول پرداخت می‌شود. شیوه که در قسمت شمال شرقی آن جهیل زرقول نیز موقعیت دارد، افزون بر استفاده دامداری از دشت ها و کوههای پهناور آن، بیشتر مردم بدخشان قسمت های نسبتاً گرم آن را به زمین های زراعتی مبدل نمودند که در آن زمین ها تنها جو، سیب زمینی و در بعضی قسمت های هموار آن نوع خاص گندم نیز زرع می کنند، اما در بیشتر قسمت های آن به نسبت کوتاهی فصل گرما و سردی هوا گندم نمی تواند به ثمر برسد. مرتفع شیوا دارای دریاچه های زیاد بوده که نوع خاص ماهی در آن به وفور یافت می شود و به همین جهت در تابستان ملی بزکشی که یکی از بازی های ملی افغانستان امروزی و خراسان کهن، تمام مردم شمال و شمال شرق افغانستان در دشت شیوه خرد برگزار می شود. از آنجایی که هوای این منطقه فوق‌العاده سرد می باشد، در آن درختان مثمر و غیر مثمر نمو کردن نمی تواند و به این سبب با آنکه سکنی دائمی ندارد و همیشه ها به وفور در آن جاری است، فاقد جنگلات می باشد. اما بعضا بوته‌های کوچک خاص در آن رشد می کند که عمر بیشتر از 6 ماه ندارد. به نسبت وفوری ها و برف، انواع مختلف گیاهان سبز در آن می روید که بعضن بهشت دامداران نیز به این محل لقب می زنن. در قسمت های پایانی شیوه که بقاق دشت منحتی می گردد، بعضی از قبایل شغنی به صورت پراگندگی سکونت دائمی دارند که شغل آنها نیز فقط دامداری می باشد. شیوه به صورت سنتی به تمام مردم بدخشان تعلق دارد که هیچ منطقه از بدخشان مالکیت اسناد نداشته، بلکه مالکیت بومی و
سنتی دارند. چرخه اصلی زندگی مردم را زراعت و مالداری میچرخاند و همچنان ناگفتن نباید گذاشت که در دشت شیوه معدن طلا موجود میباشد. پس از شما دعوت مینماییم یک بار به ولسوالی زیبای ارغنجخان سفر نموده و از طبیعت گوارا و از دشت های سرسبز شیوه مستفید شوین. بدخشان سرزمین لال و لاجورد.